به نام دادار دادستان. سالها پیش مرحوم روح الله حسینیان در برنامه تلویزیونی چراغ گفته بود که قاتلین فروهر از نزدیکان خاتمی هستند. این حرف باعث شد که آقای خاتمی شدیداً واکنش نشون بده و رئیس صدا و سیما رو که به صورت افتخاری و بدون اظهار نظر در جلسات هیئت دولت شرکت میکرد دیگه به اون جلسات راه نداد. ظاهرا این اظهار نظر آقای روح الله حسینیان پژواکی از پچ‌پچ‌هایی بود که در هیئت دولت وجود داشت، اما هیچ کس جرأت نداشت اونها رو علنی کنه. امروز که حدود 25 سال از اون تاریخ گذشته، میشه گفت که متاسفانه حقیقتی در سخنان آقای روح الله حسینیان وجود داشته. شما فکر میکنید اون فیلم مربوط به شکنجه همسر سعید امامی چطور از اون شرایط خفن اطلاعاتی بیرون اومد؟ فکر میکنید واقعا تصادفی بوده؟ جالبه که وقتی گند کار در اومد، این سه نفر با هم تصمیم گرفتن که همه چیز رو سر سعید امامی خراب بکنن و دیگه موضوع رو کش ندن و پرونده رو ببندن، چون اگر مشخص میشد چه کسانی در این جنایات معاونت داشتن، میتونست برای نظام خیلی گرون تموم بشه. متاسفانه در جریان فریب و به دام انداختن آقای روح الله زم هم ردپای عناصری از اصلاح طلب دیده میشه. اون خانومی که میگفتن همراه روح الله زم بوده و در فریب دادنش نقش داشته، همه میدونن که این یکی از سربازان پیاده فائزه بوده. همون خانم چند سال پیش زمانی که شهناز دست به اون کارهای خشن و زشت میزد، برای خود من مزاحمت سایبری درست میکرد. متاسفانه ما ملت ایران ملتی به شدت فراموشکار هستیم. افراد به شدت سرکوبگر و خشن فقط کافیه یه مدت تغییر چهره بدن، از اونها حمایت رسانه‌ای بشه و یه چهره جدید رو وقتی از خودشون به نمایش میذارن خیلی ها باور میکنن. برخی محافل بظاهر اصلاح طلب که دستشون از قدرت در سطوح بالا کوتاه شده، اما بخش زیادی از منابع بانکی و امکانات مملکت رو به خودشون اختصاص دادن، متاسفانه اهل بندوبست و رشوه و فساد هستن و پشت پرده میتونن دست به کارهایی بزنن که هر انسان شرافتمندی رو میتونه منزجر بکنه. شما همون آقایی که همسر دوم خودش رو به وضع فجیعی به قتل رسوند، همتون دیدید دیگه، دیدید که از عناصر اصلاح طلب گرفته تا رسانه‌های برون مرز، همه سعی کردن اون خانومی که به قتل رسیده بد جلوه بدن، ازش یک هیولا بسازن. شما میبینید که توی این جریان قتل اخیر هم باید صبر بکنیم ببینیم چی میشه. اگر موضوع مسائل شخصی در بین نباشه، میتونیم اون صحبتی رو که آقای روح الله حسینیان مطرح کرده بود جدی بگیریم و روش حساب کنیم.